برنو اندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز می خواهم در مورد آروماتراپی صحبت کنم. آروماتراپی استفاده رایه ها برای التیام و آرامش به قدمت تاریخ بشریت است. شواهدی از استفاده از گیاهان معطر در مصر باستان، چین، هند و یونان و باستان وجود دارد. در طول قرن‌ها آروماتراپی در فرهنگ‌های مختلف به عنوان یک روش درمانی سنتی مورد استفاده قرار گرفته است. روغن‌های اسانسی که از طریق بویایی و جذب پوستی اثرات خود را بر بدن و ذهن اعمال می‌کنند، مولکول‌های معطر این روغن‌ها بعد از استنشاق به سیستم بویایی مغز راه یافته و بر سیستم عصبی، هورمون‌ها و سیستم ایمنی بدن تأثیر می‌گذارند. آروماتراپی فواید زیرو دارد: کاهش استرس و اضطراب، رایه‌هایی مانند رایه های آرامش بخش مثل اسطوقدوس و بابونه به تسکین تنش عصبی، استراب و نگرانی کمک میکنه، بهبود کیفیت خواب رو به همراه داره، کاهش درد رو داره، تقویت سیستم ایمنی رو داره، افزایش تمرکز و حافظه رو داره، بهبود خلق و خو رو داره. حالا استنشاق رایج ترین روش استفاده از آروماتراپی استنشاق مستقیم روغن های اسانسی از طریق بطری دیفیوز یا بخور است. ماساژ با روغن های اسانسی روشی عالی برای تسکین درد عضلات، افزایش گردش خون و آرامش ذهن و بدن است. حمام معطر، اضافه کردن چند قطره روغن اسانسی به وان حمام می تواند به شما در داشتن یک حمام آرامش بخش و رهاسازی تنش ها کمک کند. کمپرس، استفاده از کمپرس گرم یا سرد آغشته به روغن های اسانسی می تواند برای تسکین درد و التهاب مفید باشد. نکات مهم در استفاده از آروماتراپی چیه؟ قبل از استفاده از هر روغن اسانسی حتما با یک متخصص آروماتراپی با پزشک مشورت کنید. از روغن‌های اسانسی خالص و با کیفیت استفاده کنید. از مصرف خوراکی و روغن‌های اسانسی خودداری کنید. در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط از آروماتراپی استفاده کنید. از تماس مستقیم روغن‌های اسانسی با چشم پوست خودداری کنید. آروماتراپی دنیای شگفت‌انگیز از رایه‌ها و فواید سلامتی است. با استفاده از صحیح از این روش می‌توانید به ارتقای سلامت جسم و ذهن خود و عزیزانتون کمک کنید. حالا تو این آموزش چه چیزایی بررسی میشه؟ تو این آموزش شما چی یاد میگیرید؟ با اصول مبانی آروماتراپی آشنا میشید. خواص درمانی روغن‌های اسانسی مختلف رو خواهید شناخت. روش‌های صحیح استفاده از روغن‌های اسانسی رو یاد خواهید گرفت. از آروماتراپی برای درمان مشکلات جسمی و روحی مثل استراب، افسردگی، بیخوابی، سردرد و دردهای عضلانی استفاده خواهید کرد. برای خود و دیگران ماساژ آروماتراپی رو میتونید انجام بدید. محصولات آروماتراپی مثل چی هست؟ شمع، صابون و لوسیون معطر. بعد اینکه تو این آموزش نیز تمامی جزئیات به صورت کامل، جامع و کاربردی بررسی میشن به همراه مثال‌های مختلف و جزئیات مختلف که شما دیگه به هیچ منبع آموزشی در خصوص آروماتراپی نیازی نداشته باشید. و شما عزیزان میتونید برای اینکه به این آموزش به طور کامل دسترسی داشته باشید به وبسایت برنندیشان بیاید و این آموزش رو تهیه بکنید و از مطالبی که در داخل این آموزش هست نهایت استفاده رو ببرید. با تشکر از توجه.